در کادر دوم تو ولیو، عددی که برای جمع کل حقوق مهر ما داریم در این قسمت باید قرار بدیم 150 میلیون ریال. در کادر تو ولیو کلیک چپ میکنیم، 150 رو تایپ میکنیم. کادر بعدی بای چنجین سل، چنجین یعنی تغییر دادن، سل هم سلول. با استفاده از بای چنجین سل انتخاب سلولی رو انجام میدیم که با تغییر اون مقدار متغیر وابسته رو به عدد مورد نظر میرسونیم. الان اینجا در این دیتا سل یا جدول برای آقای مهندس بهرام شریفی سلولش خالیه. ما میخواییم ببینیم در این سلول چه عددی رو قرار بدیم تا جمع کل حقوق مهر ما به 150 میلیون ریال برسه. پس بر روی این سلول کلیک چپ میکنیم و به صورت مطلق برای ما مشخص شد. اگر مروری کنیم بر گزینه‌های دیالوگ باکس گاولسیگ، ست سل سلول متغیر وابسته است که اومدیم این سلول رو انتخاب کردیم. تو ولیو مقداری که برای سلول متغیر وابسته میبایست قرار بدیم و بای چنجینگ سل هم سلولیه که با تغییر اون مقدار متغیر وابسته رو به عدد مورد نظر میرسونیم. عدد مورد نظر چیه؟ همین تو ولیو که اومدیم اینجا مشخص کردیم 150 میلیون ریال. الان در این جدول اومدیم اثر تابع سام رو بدون عدد آقای مهندس بهرام شریفی که لحاظ کردیم شده 135 میلیون ریال. تارگت ما چیه؟ 150 میلیون ریال. ملاحظه کنین بر روی اوکی در دیالوگ باکس گاولسیک کلیک چپ میکنیم. اینجا پردازش رو اومد برای ما انجام داد و میبینید که برای آقای مهندس بهرام شریفی خودش اومد عدد 15 میلیون ریال رو انتخاب کرد و در سلول مربوطه قرار داد. این یکی از کاربردهای بسیار ساده گاولسیک در تحلیل داده هاست.